خیلی ها معتقدند برای اینکه توی یه کار موفق بشی باید ایده های نوعی رو به اجرا در بیاری که قبلا کسی انجام نداده. یکی از کسایی که این کار رو در تاجیکستان به انجام رسونده یه شاطر مشهدیه که چند وقتی میشه یه نونوایی سنگکی رو به همراه شرکای ایرانی و تاجیکی خودش راه اندازی کرده. یکی هنر ایرانی، یکی هم سالم بودن نان ایرانی، همین بود. همین مردم دیگه بدونن که همچین نانی هست. اول هم از تاجیک شروع کردیم بخاطر اینکه هم زبان ما، هم آیین ما هستن. این شاطر ایرانی 20 ساله در پخت نون تجربه داره و حالا این تجربه رو به خارج از کشور انتقال داده و روش پختن سنگک رو که یه جورای نون ملی ما به حساب میاد به تاجیکا هم آموزش میده. این نونوایی یا به قول تاجیکا نانوای خانه در شهر دوشنبه قرار داره و در روز بین 400 تا 700 نون به مشتری ها تحویل میده که این کار دست تنها امکان پذیر نیست و این هموطنمون 5 نفر از تاجیکا رو به کار گرفته و برای اونها ایجاد شغل کرده. مردم بیشتر نانی گرم رو میگیرن، کنجیتیش رو، برای که کنجیتی با مزه تر است. بیشتر خارجی های تاجیک مثال ایرانی ها ای کنجیتیش میگیرن، مثال نانی گرم میگیرن. باز هندو ها هستن میگیرن. جالب این است که بیشتر مشتری های ما تاجیک های محلی است. یکی از کارگرا در مواقع بیکاریش جلوی درب مغازه وای میسته و خرید سنگک رو به آبرا پیشنهاد میده و برای ترویج این نون خوشمزه ایرانی تبلیغ میکنه. شاطر میگه برای اینکه کارش بگیره فعلا قیمت خیلی بالایی برای نون سنگک نذاشته تا بتونه مشتری جلب کنه. از سلام، دو تا ساده برشتم به من. رحمت. نون ایرانی سنگک در حالی وارد بازار تاجیکستان شده که توی این کشور خودشون بیش از 100 نوع نون سنتی محلی دارن که وابسته به حجم و کیفیتشون قیمتشون متفاوته. نون ایرانی سنگک کم کم داره پای ثابت سفره بسیاری از تاجیک ها میشه.